قبلن با این همین شیوه آتابک بولتایوی 32 ساله فوتید. برادرم از بالای بام راست و بالای پنجره و همین 3 میله افتید. این میله در بدن برادرم درمود. برادری بهادر در شرکتی محلی جیلیشنیک کار میکرد. روزی فاجعه بنابر نبودی رسمانی بی خطری از بام افتاده به بالای تیغی پنجره برخورد. بعدن کاری معمولی هر نفری عزادار شروع شد. جمع آوری حجت ها و تشکیل مراسم خاک سپاری. هواپیما الکی به فرغانه پرواز میکرد. میخواستم با اون جسد رو فرستم چون والدانم و برادران همه منتظر بودن. هر لحظه زنگ میزدن. در آخر من به آنها گفتم که فرستاده نمیتوانم و گریه کردم. آن روز بهادر جسد برادرش را به وطن فرستاده نتوانست و به سفارت کشورش مراجعه کرد. امید داشت از آنجا یگان کمک میگیرد، اما در آنجا با بی‌طرفی و مناسبت سرد روبرو شد. برای چی سفارتخانه ها را میکشوید؟ برای آنکه در داخل روسیه این یک کره ازبکستانی خورد باشد تا اینکه به خلق یاری رساند. من به آنجا میدارایم، میگوید و تو چی در کار؟ با همین لحن با من صحبت کرد. از علم زیاد بهادر به عنوان پرزیدنت شوکت میرزیایف یک مراجعه ویدیویی ثبت کرده شکایت کرد که به ازبکستانی های خارجی هنگام فوت یگان کمک رسانیدن نمی شود. از پرزیدنت خواست به این مشکل توجه کند. ما به سفارتخانه ازبکستان مراجعه کردیم که در حالت فوت شهروند آنها چی کمک می رسانند و آیا چنین یک تجربه هست؟ اما تا به حال پاسخی مشخصی نگرفتیم. در فرصت نزدیک ما در این مورد شرح می‌دهیم. آن یا در سامانه وزارت کارهای خارجی یا در سامانه سفارت جای داده می‌شود. شیوه انتقال دادن جسد به وطن یک تجربه معمولی شرکت‌های هواپیمایی است. ما به نمایندگی شرکت ازبکستان هوایولری مراجعه کردیم و آنها به ما شهر دادند که برای انتقال جسد کدام سندها ضرورند. باری 200 معلومات نامه درباره فوت، معلومات نامه آژانسی فدرالی نظارت و همچنان معلومات نامه در مورد سرغوت شدن تابوت که در داخل آن به جز جسد چیزی دیگری نیست. جسدی برادرش را این مرد روزی دیگر فرستاد. برای انتقال 550 دلار خرج کرد. این بر زمین خدمات شرکتی دفن. با دیدن مراجعه ویدیویی بهادر بسیاری از هموطنان با کمک او شتافتند.